سلام، به قسمت 18 هم از پشت صحنه خوش اومدین. در حال حاضر درگیر پروژه‌ای هستین یا صحبتش با کجا انجام شده؟ در حال حاضر یه نمایشنامه خوانی دارم که یه اجرای در واقع دو تا اجرا در یک روز داریم توی تماشاخانه شانو در کنار دو تا استاد بزرگوار آقای مسعود کرامتی و خانم آنایتا اقبال نژاد و البته دوستان دیگه هم حضور دارن. ایشالله اونو شنبه اجرا میریم و یک سریالی که هنوزشون خبرشو خودشون نرفتن من اجازه ندارم. شما ولی قراردادت بسته شده با سریاله. در مورد حضورتون توی تئاتر چه خبر؟ خبری نیست امسال؟ متاسفانه نه، خیلی دلم میخواستش که این اتفاق بیفته اما نشد و قطعا کم سعادتی من بوده. جز اولویتاتون که فکر نکنم باشه تئاتر بین سینما. جدی؟ چرا؟ خیلی دلم میخواد تئاتر کار کنم چون که خیلی هم تمرین کردم، خیلی هم دارم رو خودم کار میکنم چون که مامان الان توی دوتا مؤسسه دارن تدریس میکنن، همراهش هستم، چند جلسه تا حالا رفتم و همین جوری دارم رو خودم کار میکنم که اگر اتفاقی بیفته با یک قوای بالا بتونم برم روی صحنه. ولی خب اون اتفاق و اون پیشنهادی که دلم میخواست نبودش تا الان. و اساسا یعنی اولویت هاتون بین سینما و تلویزیون و تئاتر چطوریه؟ من واقعا دغدغم بیشتر نقش و چالنجیه که اون نقش برای من داره، حالا در هر حوزه‌ای که باشه من باید کارمو درست انجام بدم. تئاتر قطعا اولویت داره برام ولی واقعا دستبندی نمی کنم چون هر کدومشون جذابیت های خودشون داره. خیلی عالی. و از تئاتر گفتیم، این تئاترهای لاکچری هم که به وجود اومده ضربه میزنه اساسا به این بخش یا نه؟ تو آن باعث میشه که مخاطبای بیشتری بیان به خاطر حضور سلبریتی ها توی اون تئاتر؟ تجربه این حوزه رو ندارم که بخوام نظر بدم، اما خب بچه‌هایی که دارن با جون و دل برای تئاتر کار میکنن من دستبندی نمیکنم که حالا اینا لاکچریان، اونا بی بضاعتن یا چیزی. هر کدوم دارن به اندازه خودشون زحمت میکشن، حتی در همون تئاتر لاکچری هم بازیگران ما دارن میدرخشن و انرژی میذارن هر شب روی صحنه. اینا رو نباید نادیده بگیریم. چند ماه پیش میشه گفت یه شایعه و حاشیه‌هایی به وجود اومده بود. نمیدونم اساسا مجرد بودن و متأهل بودن بازیگر چقدر اهمیت داره؟ والا برای من اهمیتی نداره ولی مثل اینکه در جامعه خیلی مهمه و یکی از دغدغه‌های اصلی در واقع هستش، ولی نه واقعا واسه من هیچ اهمیتی نداره. من دارم کارو میکنم، نه در کار من خلالی وارد میکنه نه چیزی. حاشیه و شایعه از کجا آب میخوره به نظرتون؟ من این مصاحبه کردم که در واقع بتونم جلوی یه شایعه‌ای که قبلا بود بگیرم، بعد یک شایعه عظیم‌تری شد ولی خب هیچ کمکی هم نکرد دیگه. تهش هم باز همون شایعه بهش دامن زده شد. بعد ازم سند مدرک می‌خوام نکرد مثلا، اینقدر چیز عجیبی نیست، یعنی قتل که نیست، اگه نکردی میگی نکردی مثلا، نمیدونم ولی واقعا نکردم، ازدواج نکردم و همیشه مجرد بودم در زندگی. یه مدرک شناسنامه‌ام این دفعه مصاحبه بعدی میارم آقا، اینا مهر نخورد. و حاشیه و شایعه از این بابت نشیدین که حالا با پارتی و کمک به دنیای بازیگری ورود پیدا کرده دنیا مدنی؟ چرا، خیلی و خیلی دوست داشتم که این توضیح بدم، مرسی که پرسیدین. چند روز پیش من یه کامنتی رو پاسخ دادم، گفتم که یک عزیزی پرسیده بودن که رشته‌ای که خوندین چی بوده، گفتم طراحی لباس، گفتش که خب تو طراحی لباس خوندی، من بازیگری خوندم، تو تونستی وارد چی، من نتونستم. من به اقتضای شغل مادرم، شغل پدرم و فضای خانوادگیمون، من چش باز کردم، در این فضا بودم، آموختم، یاد گرفتم و
اون تجربه حتی دیداری اگر داشته باشم بسیار میتونه به من کمک کنه. اگر یک دانشجوی در سن 18-19 سالگی تازه یاد میگیره بره تئاتر ببینه، چطوری فیلم ببینه، از چه ژانری ببینه، از چه کارگردانی ببینه، من از کودکی اینا رو آموختم، یاد گرفتم، دیدم. چیزایی که بچه‌ها تازه تو دانشگاه یاد میگیرن، من اصلا مثلا دبستان من با مامانم اینا میشستم فیلمای کلاسیک میدیدم و این حداقل یه ظرف میکنم غیر منصفانه است که بگیم حالا تو چرا من چرا نه، یا من درسشو خوندم تو. قطعا الان از بحث سواد باشه من میتونم بشینم با یک آدمی بحث کنم، از بی سوادی و بی خردی رنج نمیبرم و این واقعا قطعا یه کارگردانی که به من پیشنهاد میده این تأثیر داره که اطمینان بیشتری میکنه که من یک استادی در کنار من هست و میتونه منو هدایت کنه. این به عنوان پوینت منفی نمیدونم چرا حساب میشه، یعنی این چیزی که دست من نیست، من نمیتونم مادرمو حذف کنم قطعا، ولی منم تلاش خودمو کردم. یعنی شما اگر 30 قسمت سریالو بذارین میبینین که آقا این آدمه خودش هم یک استعدادی داشته، یک تلاشی کرده، یک انرژی گذاشته، از اون فرصت استفاده کردم. خیلی ها این فرصت بهشون داده شده و نتونستن ازش استفاده کنن. یه ذره منصفانه تر برخورد کنین دمتون گرم، ممنون میشم. شاید این گاردی هستش که نسبت به بازیگران، حالا دختر و پسرمون که تازه ورود هستن به دنیای بازیگری چه تو تلویزیون به خصوص، به وجود اومده. بله. یعنی مثلا دیگه نزدیکترینش اتفاقی که برای ریحانه پارسا مثلا برای سریال پدر افتاد، این حواشی که به وجود اومد، این رو نشد گرفتن چی میدونید شما؟ چون فکر کنم دقیقا بعد از تایم حالا پایان سریالی که شما داشتین، شبیه این حواشی حالا میشه گفت یکم لول پایین‌تر برای خودتون هم پیش اومد. بله، فکر میکنم که این یه سیاست گذاری جدیده در تلویزیون که حالا یک سکانسی یا یک اتفاقی در اون سریال خبرساز میشه که باعث میشه مخاطب بیشتر جذب بشه، که به نظرم خیلی درست کار کرده و تا الان هم موفق بوده. اما مسئله اینه که ما نباید میزان فالوور داشتن یک بازیگر رو میزان موفقیت اون هم بدونیم. اینکه جوان ها میان دیده میشن، مردم دنبالشون میکنن، اصلا اتفاق بدی نیست، ولی یه کاری نکنیم که من دنیا راجع به خودم حرف میزنم، من الان یک ترس و واهمه ای داشته باشم که من باید انتخاب بعدیم چی باشه و چقدر باید درست عمل کنم. یعنی من هیچ جای خطایی ندارم، یک میلیمتر اینور اونورتر، یا مردم یک ریاکشن عجیبی نشون میدن یا همکارا. راجب ریحانه واقعا یک دختر جوان با استعداد قطعا که انقدر دیده شده و من امیدوارم که خیلی بدرخشه، ولی این حال بد و راجب این اتفاق متوجه نمیشم. و یعنی یک سری حواشی که حالا ریحانه بعد از سریال یه سری پستایی که گذاشت به وجود آورد برای خودش رو تو شما تایید میکنی؟ نه تایید قطعا نمیکنم، اما مسئله اینه که چطوری بگم، یک دوره آموزشی انگار ما همه باید سپری کنیم که بدونیم چجوری باید مثلا در اون حوزه‌ای که داریم کار میکنیم رفتار کنیم. این خیلی سخته که ما مثلا اینی که من میگم من بلدم، من به خاطر اینکه این خانواده‌ام این پروتکل رو دارن رعایت میکنن بلدم، وگرنه خب خیلی از بچه‌ها بلد نیستن که آقا این یک سیاست گذاری هست، یک شؤوناتی هست که باید رعایت بشه، یک سری اتفاقات. من قطعا تایید نمیکنم، ولی من میگم اجازه خطا به آدم ها بدیم، آدم ها رو نترسونیم که اصلا یارو از این فضا زده بشه، به ترس عقب بکشه و به انزوا بره. آدم ها اجازه دارن اشتباه کنن، شاید اصلا از نظر خودش هم اشتباه نکرده، فضا اینجور پیش اومده که مجبور شده عقب نشینی بکنه. من نه قضاوتی دارم، نه تاییدش میکنم، نه تکذیبش میکنم. فکر میکنم اصلا یه اتفاقی به من ارتباطی نداره، یک آدمی صفحه شخصی خودشه و میتونه هر کاری که دوست داره بکنه، ولی ما هی همه همدیگر رو میترسونیم، میدونین حال همدیگر رو بد میکنیم. یه آدمی دیده میشه گارد میگیریم نسبت بهش و خب چرا بذاریم آدم ادامه بده؟ قطعا در ادامه میتونه خودش رو ثابت کنه، اگر درست اومده درستم ادامه میده. شما در نطفه خفش نکنید،
شاید واقعا یک استعدادیه که سینما و تلویزیون ما احتیاج داشته باشه. شما به فالوورها اشاره کردین، این واقعیت الان وجود داره تو بین تهیه کننده و کارگردان ها که حتی بازیگران سینما و تلویزیون رو بر اساس اون تعداد فالوورها میپسندن و انتخاب میکنن؟ واقعا نه، من والا من اینستاگرامم خاریه در چشمم. من هر کی منو میبینه یه تیکه میندازه که تو همش تو اینستاگرامی، همش فعالی، همش فلانی. میگم خب من نسلی ام که اینو واقعا دوست داشتم بگم، چقدر خوب شد. من دقیقا راهنمایی که رفتم، ما 360 اومد. خب یعنی ما نسلی هستیم که تمام ارتباطاتمون در فضای مجازی شکل گرفت و من این فضا برام جدید نیست. من 360 داشتم، فیسبوک داشتم، بعد اومدم اینستاگرام، هممون یعنی فکر میکنم در این نسل، بعد توییتر، بعد یعنی راه ارتباطی ما همه همینه. و نمیدونم چرا اینقدر همه یه حساسیت عجیبی دارن. اتفاقا من برعکسش رو فکر میکنم، یعنی خیلی جاها من شنیدم که میگن نه این خیلی تو اینستاگرام فعاله. بس میگم خب اوکی، من بازیگرم، بازیم چطور بود؟ اگه قراره بر اساس این انتخاب بشم یا نشم، برای من تا الان منفی عمل کرده اینستاگرامم. یعنی خیلی جاها آدما گارد گرفتن نسبت به یه واقعیتی که من احساس میکنم وجود داره، اینه که خود همسنف یا خود همکارا، خود بازیگران نسبت به هم انگار حس خوب و حال خوب ندارن. یعنی ما بعضا تو گفتگوها میبینیم، تو ویدیوهایی که پخش میشه میبینیم، قشنگ یک شخصی رو سیبل میکنن و میکوبنش. خب احساس چیه؟ نظرتون چیه اصلا در مورد این سبک کارها؟ والا نمیدونم چی بگم. من خیلی جهانو بزرگتر از این میبینم که کسی بخواد جای کس دیگر رو بگیره و کسی حق کس دیگر رو بخوره. من فکر میکنم که بزرگترین علتش اینه که ما یک سندیکا نداریم. ما انجمن بازیگران داریم که حتی ورود بهش بسیار سخته به علت اون خدماتی که شما میتونید مثل بیمه و اینجور چیزایی که بگیرید. اما اگر سندیکا بود، سندیکا میاد چیکار میکنه؟ 10 تا بازیگر، مثال 10 تا بازیگر هست در این رنج سنی دنیا مدنی که مثلا 25 تا 30، خب میاد میگه که خب این بازیگر امسال 3 تا فیلم بازی کرده، پس فیلمنامه بعدی باید بین این تعداد دیگه انتخاب بشه. خب این کاری که سندیکا در همه جای دنیا انجام میده که همه آدم ها در اون صنف کار بکنن، ما حالا اینو نداریم. یا مثلا میان میگن پیشنهادات عجیب و غریب و چیزها. فهم کنم اینا همه مربوط به اینه که ما یک جای محکمی نداریم که بریم این دغدغه هامونو بگیم و متاسفانه میایم در این فضای مجازی این کارو میکنیم و ذهن مخاطب رو، ذهن تماشاچی رو متاسفانه منحرف میکنیم. من اگر الان بخوام نظری بدم، از خودم دفاع نمیکنم. من در نسلی بزرگ شدم، در کنار نسلی بزرگ شدم که از توش رویا تیموریان اومده بیرون، از توش آزیتا حاجیان اومده بیرون، قبل‌تر از اون سوسن تسلیمی اومده بیرون، نمیدونم خیلی آدم‌های بزرگ، خانم ریاحی عزیزم. و این آدم‌ها چرا حالشون با هم این نیست؟ به خاطر اینکه انقدر تمرکزشون رو حرفه‌شون بوده، انقدر دغدغه‌شون حرفه‌شون بوده، اصلا کاری نداشته که اصلا رویا داره چی کار میکنه، آزیتا داره چی کار میکنه، کتی داره چی کار میکنه، فلانی داره چی کار میکنه. گفته من دارم چی کار میکنم، من چقدر بازیگر خوبیم که یه کارگردانی بگه من اصلا اینو میخوام، چاره دیگه ای ندارم، این میتونه این نقش رو بازی کنه. دقیقاً همون صحبت یعنی... منم دقیقاً اینه. واقعاً حالا جدا از بی‌احترامی که نسبت به حتی نسل قبل‌ترمون هم میشه، خب من مخاطب، خودتون رو بذارید جای من، می‌بینم که خب صدف طاهریان خب وقتی میره اونور کشور میگه که خب پشت پرده ای داره برای بازیگران خانممون، خب میگم اون خارج رفته و باز خوش حرفی میزنه. اما وقتی میرم مثلا لیلا بوشهری یا حتی بازیگران داخلیمون میان بازیگران خانم دیگر رو تخریب میکنن، میگن پیشنهادات عجیب و غریب ما داریم، عذر میخوام، پیشنهاداتی داریم که کارگردان میگه نیمه شب بیا به دیدنم. و این صحبت ها من یه مثال برای شما میزنم. چند درصد از بازیگران ما الان توی همین رنجی که گفتین، اگر جایزه سیمرغ بلورین در دستشون بود حاضر بودن فرداش برن مؤسسه
و ثبت نام کنن بگن من باید بیشتر یاد بگیرم. الان یکی از برجسته ترین بازیگران سینمای ما این کار کرده، جایزه فجر رو گرفته، سیمرغ در دستانش بوده و بعد رفته تازه یاد گرفته و گفته که این سقف نبوده، برای همین الان درخشانه، برای همین الان از تمام این حاشیه ها دوره، برای اینکه مهم حرفش بوده، مهم کارش بوده. من واقعا این حرفا رو برای خودم اتفاق نیفتاده و در اطرافم هم واقعا ندیدم، واقعا ندیدم و اصلا دلم نمیخواد که این تصور در ذهن مردم رشد بکنه، چون من خودم آدم ها اومدن از من پرسیدن واقعا این اتفاق برای شما افتاده، شما با چه کسایی مثلا ارتباط داشتین، که واقعا نبوده، این اصلا نبوده، به خاطر اینکه من کارم برام مهم بوده، تلاشمو کردم، انرژیمو گذاشتم، نمیگم من موفقم، نمیگم من راه درست رو رفتم، میگم در ارتباط با خودم این اتفاق نیفتاده. و واقعا من از شنیدن این حرف ها میگم چرا ما ذهن مخاطب رو اینقدر چرک میکنیم؟ میدونیم ما همین جوریش میگیم، ماها کارمون، شغلمون، هنره، آدم ها دید خوبی ندارن، هی خودمون بهش دامن نزنیم و به نظرم کار درستی نیست. و انگار این تخریب کردنه و سوژه کردن دیگران به صورت اپیدمی شده. بله. مثلا ما حتی تو برنامه‌های گفتگو محورمون فکر کنم در جریان هستی دیگه، چند وقت پیش آرش زلیپور و مسعود فراستی. بله. و بالاخره یه صحبتی بینشون رد و بدل شد، اما تو چند وقت ما داشتیم این مجری کشورمون رو کاملا تخریب. بله. می‌کردیم. نظر شما چطوره اصلا در مورد اون اتفاقی که افتاد؟ آیا حق رو به کسی میدین یا به عنوان فقط یه مخاطبی که دیدین اون برنامه رو؟ به عنوان مخاطبی که دیدم، من به شخص برای هر دو بزرگوار بسیار احترام قائلم. آقای فراستی از بزرگان واقعا ما هستند، بسیار انسان باسوادی هستند، اما من فکر میکنم که یه ذره ریاکشن تند بود. یعنی من خودم به عنوان یه آدمی که سنم کمتره یه ذره خجالت کشیدم. قطعا آقای فراستی خیلی ها رو عصبانی کردن، من حالا نه، من چون نه فیلم ساختم نه چیزی، خیلی از فیلم هایی هم که من دوست داشتم و گفتن فیلم بدیه، قطعا ایشون هم دلیل خودشونو دارن، قطعا سوادشون از من بیشتره که این کار بکنن. من با کمال احترام میدونم که خیلی ها از دستشون عصبانی هستن، ولی فکر میکنم یه ذره میشد یواشتر باشه این ماجرا. ولی خب حق میدم با آقای زلیپور که در اون لحظه واقعا یه ذره سخت باشه براشون، خونش به جوش بیاد. آره، چون در لحظه واقعا من نباید الان قضاوت کنم، چون در لحظه شاید منم بودم یه همچین ریاکشنی داشتم، ولی من فقط به عنوان یه احترام بزرگتر کوچکتری احساس کردم که وای من به عنوان تماشاچی یه ذره خجالت کشیدم. همین. ولی من اصلا نه در جایگاهی هم که بخوام آقای فراستی رو نظر بدم نه آقای زلیپور، هر دو بزرگوار قابل احترام. اما حالا که یکم از این پشت پرده و اون چی که میگی واقعا وجود نداره، میخوام بدونم این کلمه مافیایی که در کنار صنعت سینما هست، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ این که واقعا وجود داره یا نه، اگر وجود داره کدوم بخشاش وجود داره؟ اینکه انتخاب بازیگره، انتخاب کارگردان، انتخاب فیلمه؟ والا راجع به مافیاش نمیدونم، ما در چه چیزی تو جامعهمون مافیا نداریم؟ شما به من بگید. یعنی از سوپر دریانی ما مافیا داریم تا نفت تا هر چیزی که بکنید، یعنی اصلا اگر در سینما نباشه واقعا باید تعجب کنید، چون ما در همه اقشار جامعهمون یک مافیایی هستش که یک تصمیم گیریایی میکنه. ولی حداقلش اینه که این مافیاها از این پیشنهادهای عجیب و غریب به دنیا مدنی ندادن. نه واقعا. آره، مثلا فلان بازیگر میاد میگه فلان آقا به من زنگ زده گفته فلان قد پول بده بیا تو این نقشو بازی کن، نمیدونم فلان قد پول بده بیا نقشتو پررنگ‌تر بکن. خب من یه سوال دارم، اگر یک بازیگری، من دوباره همون حرفم رو تکرار میکنم، انقدر رو خودش کار کنه، انقدر بازیگر قوی باشه که کارگردان چاره ای نداشته باشه انتخابش کنه، آیا یه همچین پیشنهادی میده؟ این وقتی تو کارتو داری درست انجام میدی، کمبودی نداری که بخوای به یه سری چیزا تن بدی. اگر تن نمیدی بایکوت میشی، یعنی یه باگی داری،
از نظر من، اگر که تن میدی که خب اصلا مطرحش نمیکنی هیچ. ولی واقعا ما بازیگرای درخشانمون نمیتونیم بگیم که به این ماجرا تن داده. نوید محمدزاده از شهرستان اومد این سال در تئاتر جون کرد و درخشید آخر سر، چون یک استعداد و یک پتانسیلی داشت که آدم ها نمیتونستن انکارش کنن. پس فکر میکنم یه جایی به خودمون بیایم، همه یه گیرا رو نندازیم گردن دیگران، فرافکنی میکنیم که نه اگر من موفق نشدم تقصیر فلان کارگردانه، تقصیر فلان تهیه کننده است. نه، یه زمانی یادمه تلویزیون سریال های حالا به قول خودمون خیابون خلوت کن و خیابون خالی بند کن داشت. تو چند سال اخیر کمتر دیدیم سریال اینطور باشه، با توجه به اینکه میشه گفت تو تلویزیون هم چهره شناخته شدی شما، میخوام بدونم عملکرد تلویزیون و حداقل تو زمینه سریال سازی تو این چند سال اخیر چطور ارزیابی میکنی؟ واقعا من متخصص نیستم، اینو یه بار دیگه میگم، واقعا من متخصص نیستم. اینا واقعا فهم میکنم که چند تا آدم باید بشنن تحقیق کنن، پژوهش کنن و ببینن که چرا این اتفاق نمیفته. ولی مثلا کارگردانای درخشان تلویزیون که با افتخار اسمشون رو میگم، آقای فتحی که میان در رسانه فیلم میسازن، خب دستشون بازتره برای قصه گویی. فهم میکنم یکی از جذابیتاش که از تلویزیون خارج میشن این باشه که دستشون بازتره، راحت تر میتونن نمایشخانه که میان سریال درست میکنن و برای اینه که یه ذره بتونن راحت تر سلیس تر با مخاطب ارتباط برقرار کنن و اون در واقع محدودیت ها رو نداشته باشن. من واقعا به عنوان یک تماشاچی فقط میتونم بگم که اون محدودیت های تلویزیونه که آدم ها رو داره یه ذره ازش دور میکنه و قدم به قدم باید فکر کنیم که چجوری ما این مخاطب رو دیدش رو بازتر کنیم، روشن‌تر کنیم که بتونیم خوراکی مثل اون اتفاقی که در شبکه خانگی داره میفته. میدونید اینو چرا میپرسم؟ برای اینکه انگار یکی از تکنیک‌های روابطون سریال‌ها این شده که یه تیکه از اون فیلم رو حالا با تکنیک‌های مختلف پخش کنن. یه موقع هست بازیگر لبنانی میارن مثلا تیکه‌های آواز و رقصشون رو پخش می‌کنن، یه موقع هست تیکه‌های خاصی از سریال رو پخش می‌کنن که تازه تو شبکه اجتماعی مردم ببینن بعد بیان اون سریال رو ببینن. که احساس کنم اتفاق خیلی خوبی نیست. نه، یه جورایی حربه تبلیغاتی میشه بهش گفت دیگه. ولی خب فکر میکنم انقدر این سیاست گذاریه آینده نگری نداره که و هر دقیقه یک مدیری عوض میشه، اینه یه کار متداوم نمیتونه انجام بشه. یک سیاست گذاریه که مثلا ما بگیم تا 10 سال آینده فلان اتفاق بیفته، من واقعا میگم نمیتونم حرف تخصصی بزنم، اما شاید یک مدیری اگر که طولانی مدت بیاد سر کار و یک سیاست گذاری رو پیش بگیره این راه حل درست تری باشه. فضا مجازی نبود تا این حد معروف می شدین؟ الان مگه معروفم؟ نه آره، یعنی این فهم کنم جذابیت تلویزیونه که خیلی از بازیگر رو دوست دارن توش حضور داشته باشن، اینکه خیلی اقشار مختلف جامعه تو رو می بینن، آدم ها تو خونهشون تو رو میبینن، یک عالمه مخاطب داره و حالا اگر در سینما 5 نفر میبینن تو تلویزیون 30 نفر میبینن و این شهرت اصلا رفتی به اینستاگرام واقعا نداره. خیلی ها اصلا تو اینستاگرام منو فالو نمیکنن ولی تو کوچه خیابون منو میشناسن. آره، این فهم کنم مال اون ماجرای سریال و کامنت های بعد همین ایام شنیدین و بازخورد داشته برای خودتون و چقدر اذیتتون کرده؟ کامنت بعد راجع به همین اتفاقات در واقع مصاحبه‌های اخیر عزیزان همکار بود که مشخصا پرسیده بودن که مثلا خب شما به چه اتفاقاتی تن دادین که الان حضور دارین، که انگار مثلا نمیدونم من یه خانواده‌ای دارم مثلا این کارن و اینا. اون خیلی حالم بد کرد واقعا. یعنی ما تمام تلاشمون رو میکنیم که زندگی بی‌حاشیه‌ای داشته باشیم که مردم اگر دارن دنبال میکنن این دیده عوض بشه که فضای هنری فضای آلوده است چیزی اینا، و بعد یه همکاری میاد تمام تلاش های
مثلا یک نسلی رو خراب میکنه، وزیر سوال میبره، که من واقعا میگم از مامانم دارم دفاع میکنم، اصلا خودم دفاع نمیکنم، چون لحظه به لحظه زندگی دیدم که چجوری برای شغلش تلاش کرده، چه زحماتی کشیده. و این بدترین کامنت هایی بود که و نظراتی بود که شنیدم، که پس همه به این اتفاقات تن میدن که دیده میشن. حالا اینکه از دست آقای روحانی چرا انقدر عصبانی هستین؟ ای بابا عصبانی نیستم، من گفتم مطالباتی دارم مثل هر جوونی. حالا من یک تریبونی دارم که شنیده میشه، یه سری جوون ندارم. به عنوان یک جوون یک مطالباتی دارم که بعد مثلا این تیز شد که دنیا مدنی، از رئیس جمهور طلبکارم. این اون نیست، این اصلا فحوای کلام کلا فرق میکنه. خب مطالباتتون چیا هستش؟ این خیلی زبان ساده، من نه حقوق دانم نه اقتصاد دانم نه چیزی. اون استرسی که من به عنوان یک دختر 27 ساله دارم میکشم و شب میخوابم و نمیدونم صبح پاشم چه اتفاقی میفته، تنها کسی که میتونم برم دامنشو بگم بگم تو رو خدا یه کاری کن اوضاع درست شه، رئیس جمهورمه. از هیچ کسی دیگه نمیتونم این کارو بخوام. و این میزان استرسی که نسل ما داره میکشه برای اینکه نمیدونه هفته دیگه چه اتفاقی میفته، یک ماه دیگه چه اتفاقی میفته، و خیلی حرفا رو نمیتونه بزنه، خیلی کارها رو نمیتونه بکنه. حالا نمیتونم این بحثو باز کنم چون خیلی بحث گسترده‌ایه. تنها کسی که من میتونم بهش پناه ببرم رئیس جمهوره. و کسی هم هستش که من ازش به شخصه در اشل خودم در اندازه خودم حمایت کردم، رأی دادم، و فقط میگم که اون آرامشی که من در زندگی میخوام، اون رفاهی که من در زندگی میخوام، این که اینقدر همه ارزش‌ها داره در جامعه من از بین میره، این که هیچ گونه حرمت و احترامی دیگه نمونده، چه در ارتباط به انسانی، چه در ارتباطات جامعه، در هیچ جا، همه چیز داره از بین میره. ما انگار که در یک فروپاشی اخلاقی داریم به سر میبریم. اینا رو فقط من میتونم به یک نفر بگم، اونم رئیس جمهورمه. این که میگم مطالبه دارم اینه که من یک استرسی دارم، یک حال خرابی دارم که از جامعه هم داره بازتاب پیدا میکنه به من، و منم کاری مشخصا از یک نفر یا ده نفر بر نمیاد، قطعا یک قدرت بیشتری میخواد. همین بود حرف من فقط. چون یه موجی اومد بین بازیگرامون که کمپین ما پشیمانی، شما هم جز اون بازیگران پشیمانی؟ نه، من پای کاری که کردم وای میستم، وای میستم، ولی حرفم رو میزنم. یعنی مطالبه‌ای که دارم رو مطرح میکنم، ولی زیر کاری که کردم نمیذارم، پاش وایستم. یعنی مثلا دوره های بعدی هم همینطور رئیس جمهور محبوبتون رو اعلام میکنید و حمایت؟ قطعا. و در حال حاضر به عنوان یک بازیگر نسل جوان، نظرتون درباره وضعیت هم اقتصادی هم اجتماعی ایران چطوره؟ گفتم به نظر من ما واقعا داریم فرو میریزیم. یعنی از نظر اقتصادی و از نظر رفاه اجتماعی واقعا ما حال خوشی نداریم. و من صحنه هایی توی کوچه خیابون میبینم، تو اطرافیانم میبینم، در خانواده دور و نزدیکم میبینم که هیچ کاری از دستم بر نمیاد و از این ناتوانی خودم عاجزم. و واقعا یه موقعی میگم کاش که مثلا من یه اماتورمن کیل بیل بودم، یا مثلا رابین هود بودم، نمیدونم، یه انرژی ماورا و طبیعی کاشکی داشتم که میتونستم یه کاری بکنم. ولی قطعا آدم هایی که دست اندر کارن بیشتر از من اطلاع دارن که چه اتفاقی داره میفته. نمیدونم که چه کار میشه کرد یا چرا کاری نمی کنن، ولی واقعا من جیگرم کباب میشه. یعنی اتفاقات و حال مردم رو میبینم. یه مصاحبه آقای پرستوی با آقای جیرانی داشتن، یعنی هممون همونه، حالمون هممون درونمون اونه، ولی خب یه جایی هم آدم میگه خب اگه
زندگی هم نکنم که دیگه سالهای زندگیم از دست میره و من همه چی رو از دست میدم. به تب ماها همه داریم زندگی میکنیم ولی زندگی نمیکنیم. فقط داریم نفس میکشیم مثل یک گیاه و ادامه میدیم. وگرنه هیچ کدوممون نه خوشحالیم، نه تفریح میکنیم، نه از زندگیمون لذت میبریم. حالا خدا رو شکر من به شخصه یه کاری دارم که باش عشق میکنم، وگرنه اونم نداشتم شب میمردم واقعا. چون هنرمندا مگه مرفه و بی‌درد و زندگی لاکچری ندارن؟ نه واقعا نه، یعنی نمیدونم، این هم مثل همون تصورات غلط دیگه‌ای که دیگران به وجود آوردن. نه واقعا، یعنی نه دستمزد آنچنانی، نه اگر کسی داره دستمزد آنچنانی میگیره قطعا یک بازگشت مالی داره که باعث میشه این چرخه سینما بچرخه و نوش جونش. خب ولی همه بازیگران و دست اندرکاران سینما یه همچین مبالغی رو دریافت نمیکنه. خب میدونین اینو بیشتر برای چی پرسیدم؟ خب الان مثلا به خصوص تو چند هفته اخیر شاهد هستیم، مثلا گزارش‌های اخبار 23 اینطوریه که یه لیست از هنرمندان نمیره، اینا خارج از کشور زندگی میکنن، اینا میرن بچه هاشون رو خارج از کشور به دنیا میارن. پس ببینین هنرمندامون بدون دغدغه‌ن و درد مردم رو نمیفهمن. میدونین مثل چی میمونه؟ مثل میمونه مثلا میگن جوجو جوجو جوجو، مردم حالشون از یه چیز دیگه بده، میان مثلا میگن ای این ببین رفت اونجا این کار کرد. خب هم الان کل جمعیت کانادا رو دارن آدمایی که از این مملکت خوردن و بردن دارن تشکیل میدن، این همه آدم بوده، حالا همه هنرمند بودن مگه؟ نه. بعد هنرمندام اختلاس نکردن، جونشون رو گذاشتن، انرژیشون رو گذاشتن، هنرشون رو گذاشتن و یه مبلغی دریافت کردن و همین این بازگشت مالی داشته، اون پول رو گرفته، یک فیلمی بازی کرده، مردم اومدن بلیط خریدن، اون پول اومده در چرخه سینما. خب اینو چرا هیچکی نمیگه؟ اون بازیگر مگه مثلا تایید کننده دیوانه است که بیاد مثلا یه میلیارد به یه بازیگری بده ولی 5 میلیارد براش بازگشت نداشته باشه؟ اصلا امکان داره همچین چیزی؟ خب اونم داره به این چرخه کمک میکنه. چون یه سری حاشیه‌هایی یادم برای سریال دلدادگان خانم پانتا بهرام به وجود اومده بود، سر همین دستمزدها بود که مثلا داد و بیداد شد که ببینید نظر مردم برای بازیگرا مهم نیست و اینکه چون دستمزدشون رو ندادن تو سریال حضور پیدا نکردن. والا من اصلا از دیتیلش خبر ندارم، منم در همین حد خبر شنیدم. ولی خب بازیگرانی که الان مادر من از عید تا الان که چه ماهیم الان آذریم از عید تا الان دستمزدش رو دریافت نکرده. خب ما یعنی ما بازیگرها هم یک استرسی داریم که سریال که تموم میشه، سریال سامان مقدم بله. منظورتون بله، سریال دیوار به دیوار که بله مامان شد. من خانم خیراندیش آقای رایگان همه اینها هنوز دستمزدشون رو دریافت نکردن، یعنی کل کست، خانم آسایش، خانم صمدی. خب وقتی بازیگرها این اتفاقا رو میبینن به طبع یک استرسی دارن که آیا پولشون رو کامل دریافت میکنن در پایان پروژه که میگن خسته نباشید یا نه؟ اهل پیوستن به چالش ها و کمپین های مختلف هستین؟ مثلا اتفاقات محیط زیست و مثلا چیز یه سری کمپین هایی که ماره حیوان آزاری و فلان ایناست، آره قطعا حمایت میکنن. چون تو مؤسسات خیریه هم زیاد اتفاقا دیده میشین؟ بله خیلی رسد شد. بله آره کلن که خب از خیلی سال پیش نه ربطی به اینکه بازیگر شدم بعد برم کار خیر بکنم نداره. یک خیریه‌ای هستش که من عاشقانه دوستشون دارم، خودشونم میدونن، خیریه طلوع بینشان ها که در واقع تمرکزشون روی کارتون خوابا هستش. انقدر حال غریبی دارن این آدم ها که اصلا انگار آدم چند ثانیه از زمین فاصله میگیره با اونا معاشرت میکنه و برمیگرده. با یک جهان دیگه انگار ارتباط دارن و یک خلوص عجیبی توی رفتارشون هستش. با اونا کار میکنن و نه کمپین نه چیزی، یعنی یه چیز دلیه کاملا. مثلا سر کارم ممکنه نرم ولی مثلا کارم تمام بشه برم و هر موقع که لازم داشتن حمایت کردم، ساپورت کردم، به خاطر اینکه فهم کنم یک قشری رو دارن حمایت میکنن که دیگه
ته ماجران دیگه میدونی، یعنی دیگه تهش اینه که تو بری کارتون خواب شی. و اینکه اگر الان بخواین یک چالش ایجاد کنین و استارت بزنین، اون چالش چی میتونه باشه؟ و اینکه اولین نفر کیو دعوت میکنین به اون چالش؟ چالش به هدف نگاه کن. واقعا اسمم تعیین کردی. آره به هدفت نگاه کن، اینا رو ول کن، اصلا چه اتفاقی داره میفته. آره واقعا به هدفت نگاه کن و به اون برس. آره واقعا اگه بخوام این کار بکنم، فهم کنم اگر بخوام باعث رشد آدم رو بشم و حرکت مثبتی باشه در زندگی خودم و دیگران، این کار این چالش رو دارم. و کی رو اولین نفر دعوت میکنیم به این چالش؟ آخه اسم الان یه جوری گفتم الان سوء تفاهم میشه. آره که آره اگر من کسی رو دعوت کنم، یعنی اون به هدفش نگاه نمیکنه. آره. نه واقعا میخوام یک دوستی رو دعوت کنم، نمیخوام اصلا حاشیه بشه. نازنین بیاتی عزیز دلم، قربونش برم. آره نازنین بیاتی رو دعوت میکنم. نازنین بیاتی اتفاقا جز چهرهاییه که انگار این مسیر پیشرفت و خیلی درست نرم و بی‌حاشیه و درست و به خدا میشه اینجوری زندگی کرد. یعنی اصلا انقدر همه چیز عجیب غریب و دوست نداشتنی و منزجر کننده و این که حالا یه سوالم واقعا، خودتون اهل حاشیه هستین یا نه؟ حواشی اومدین چند وقت اخیر سراغتون؟ نه واقعا من اهل حاشیه نیستم، یعنی یه گوشه‌ای در جهان دارم زندگیمو میکنم، با هیچ کس هم کاری ندارم. چیزی که از ما دیده میشه متاسفانه اون در واقع جلدی که ما داریم به خاطر شغلمون اینه که خیلی زندگی پرتمترا و عجیب و غریب و فلان. مثلا آدما میان تو زندگی میگن ای مثلا تو اینقدر ساده زندگی میکنی، مثلا آره نه مهمانی های شبانه عجیب و غریبیه، نه روابط عجیب و غریبی، خیلی ساده زندگی. من به شخص ساده زندگی میکنم، چون میگم من در زیر سایه نسلی بزرگ شدم که اونا اصلا جهانشون با جامعه امروز خیلی تفاوت داشت، خیلی ساده تر. یعنی ماها شاید خیلی ساده تر از جوانایی که مثلا حالا این شغل رو ندارن، انقدر مثلا حالا دیده نشدن و اینا، ماها خیلی ساده تر زندگی میکنیم، اونا خیلی دارن عجیب و غریب تر و با خوشحالی بیشتر و معاشرت های بیشتری زندگی میکنن. و احساس نمیکنید که خود بازیگرها یک سری حواشی رو به وجود میارن؟ چرا؟ چرا؟ یعنی اصلا ساختار یه جوریه که ماها خودمون داریم این چرخه حاشیه رو میچرخونیم، انگار ما خودمون این چرخ دنده‌ها رو داریم میندازیم رو هم که این حاشیه ها بیشتر به وجود بیاد و بزرگتر بشه. چه بسا بلکه از قصد هم این کارو میکنن، یعنی بله، یعنی همش صرف این نیست که فقط به خدای من یه حرفی زدم، هر وری میری به حرف من میرسی. اگه آدم به هدفش نگاه کنه، اگه آدم فوکوسش رو بذاره رو اون راهی که داره میره، اصلا احتیاجی به این حاشیه نیست. یعنی شما فکر کن یه بازیگری مثلا در روز 5 ساعت تمرین بازیگری کنه، 5 ساعت بدن و بیان و فلان و اینا، بقیه زندگیش هم که خب صرف غذا درست کردن و غذا خوردن و خانواده و اینا میشه، فرصت پیدا نمیکنه که بخواد هیچ حاشیه‌ای درست کنه. خب این کارا رو ما نمیکنیم، رو خودمون کار نمیکنیم، کتاب نمیخونیم، فیلم نمیبینیم، نمیدونم آپدیت نمیکنیم خودمون رو، بعد هی تایم اضافه میاریم یه حاشیه‌ای درست میکنیم که بقیه رو میندازیم تو ماجرا و داستان. و یه پست جالب از شما خونده بودم و اون رو در قالب این سوال میخوام بپرسم، اگر پولتون رو گم کنین چقدر میارزین؟ پولی که ندارم گم کنم، ولی فکر میکنم به اندازه کتابایی که خوندم، به اندازه فیلمایی که دیدم، به اندازه سوادی که دارم و به اندازه دلایی که شاد کردم ارزش دارم. یک سوال گریزی هم بزنم به نقشی که تو سریال داشتین، میخوام بدونم در رابطه با اون موضوع آیا با اشخاص خاصی، پرونده های خاصی هم روبرو بودید؟ اشخاص نه، راجع به این اتفاقات اون زمانی که آگاهی بودیم، چون در واقع استارت
قضیه فرناز از آگاهی شروع شد، من از خود عوامل آگاهی میپرسیدم، از افسرهای آگاهی و اینا که مثلا دخترها چه حالی هن، چه ریاکشنایی دارن وقتی طرف رو میبینن، چه جوری میشن. اصلا توی اون سکانسی که من برخورد داشتم با آدمی که تجاوز رو انجام داده بود، اصلا از خود افسر آگاهی اونجا بود و ازش دیتیل پرسیدم که مثلا میگفت اصلا هیچ اختیاری اون آدمه نداره و هر آنچه که انرژی نداره هم در وجودش میاد، مثل مادری که مثلا دیدی یهو بچهش رو یه جوری میره بغل میکنه، از جلو قطار نجات میده، یه انرژی مضاعفی میاد در وجودش که میخواد یارو رو اصلا بزنه بکشه و خفه کنه و اینا. خود اونجا خیلی به من کمک کردن و اطلاعات به من دادن. و با توجه به اون اطلاعاتی که به دست آوردین، زنان ما به حقشون رسیدن تو حوزه‌های مختلف، میشه از اون استادیوم نرفتن هاشون، از ممنوعیت آواز خوندن هاشون تا اتفاقات روزمره اجتماعی، اینقدر به نظر من ما در قوانینمون باگ داریم که زنان حقشون رو نمیگیرن، اینا خیلی چیزای ظاهریه که حالا ما استادیوم نمیریم، فلان نمیریم. یعنی تو قوانین ما اینه که اگر حالا مثلا از ارث شما بگیر که دختر فلان قدر میگیره، پسر فلان قدر، تا اینکه بیایم حالا توی مسائل که مثلا حالا مشخصا تجاوز باشه و اینا. اینقدر ما مشکل داریم تو قوانینمون که اصلا استادیوم رفتن اصلا اینجوری میشه که حالا استادیوم نرو، این قانونا رو بذار درست کنیم. خیلی جاها حقمون به عنوان زن خورده شده، ولی خیلی از زنانمون هم پای حقشون وایسادن، خیلی هم حقشون رو گرفتن. الان اصلا واقعا حضور ذهن ندارم که بخوام اسم بیارم، ولی اون آدم هایی که سفت و سخت پای حقشون وایسادن، حداقلش اینه که یک آرامش درونی دارن که من تلاشمو کردم، حالا قوانین به من این اجازه رو نمیده دیگه. چون جز بانوانی هستی که حالا با خب افتتاح و ایجاد اون گالری و اینا نشون میدی که بیزینس هم بلدی و روپای خودت میتونی خوب وایسی، اینکه از محصولات ایرانی هم خیلی انگار استفاده میکنی. آخه محصولات ایرانی کیفیت دارن؟ کیفیت آخه ببین، الان ما چون جامعه مصرفگرایی هستیم، من گفتم شاید اسپانسر خاصی از محصولات ایرانی باشن که حتما مجبوری. نه مثلا در حد لباس، در حد کیفه که همشون هم دوستان منن و من دارم میبینم که یک سری دختر مستقل جوون در این شرایط اقتصادی چطور دارن تلاش میکنن و باید حمایتشون کنیم که اگر الان مثلا دهن بشن صد خب، و قطعا با این حمایت این درجه کیفیه میره بالا. ولی خب ما مصرفگراییم، یعنی کاری به جنس و این که مثلا حالا این نخ پلی‌استر فلانه نداریم. من بیشتر از این دارم دلیل ساپورت کردنم در واقع انگیزه دادم به دختران جوانیه که دارن اینقدر زحمت میکشن. و این واژه ژن خوب و آقازاده و اینا که مد شده باش. دنیا مدنی هم جز اون دسته هست. قضاوتش با آدم ها واقعا، اگر من به ناحق در جایگاهی قرار گرفتم که لیاقتش رو ندارم و تلاش براش نکردم، این قضاوتش با آدم ها. من فکر میکنم که انرژیمو گذاشتم، تلاشمو کردم، هر آنچه که در چنده داشتم رو کردم در همون یک سریال. قبل از اینکه حالا به پایان برنامه برسیم، ما طبق عادت هر قسمتمون 10 اسم رو نام میبریم که دوست داریم نظر مهمان رو راجع به اون اسامی بدونیم. اول از همه ولی الله مدنی، پدر نازنینم، عزیز دلمه و انشالله همیشه سایش بالا سرم باشه دیگه. نظر که نمیتونم بگم، جیگر گوشمه دیگه، نمیتونم چیزی بگم راجع بهش. حسن روحانی، واقعا دلم خواهد داشتم کلی باشون حرف بزنم، واقعا دلم خواهد خیلی باشون حرف بزنم، اصلا به عنوان یک آدمی که شاید ایشون بتونن منو قانع کنن که راه درستی رفتن. آتیلا پسیانی، وای من عاشقانه دوستشون دارم و به نظرم از اون جواهرای
نازنین تئاتر و سینما و اصلا یه موجود غریبی هم و وحشتناک ازشون میترسم. یعنی من هر دفعه پشت صحنه میخوام برم، مثلا خسرو 2 ساعت من آروم میکنه، نگران نباش هیچی نمیشه فلان، و همیشه دستام یخ میکنه اینطوری میگم سلام آقای پسر. من خیلی دوست دارم. حالا یه چیزی، ایشون بد اخلاق هم؟ نه، آدم جدی اندر کار و کارشون اصلا شوخی نداره و من اینو میپرستم به خاطر اینکه درستش هم همینه، اصلا نیومدیم اشغال کنیم که اومدیم کار کنیم و خیلی کارشون براشون مهمه و من وحشتناک ازشون میترسم و عاشقانه دوستشون دارم. عاشقانه. جالبه، هم میترسی هم آره. عاشقانه. عادل فردوسی پور. آقای فردوسی پور، من هیچ شناختی از فوتبال ندارم، هیچی از فوتبال نمیدونم، ولی من نمیدونم چرا آقای فردوسی پور رو دوست دارم. یعنی اصلا به نظرم یه جینیس عجیبی هن، آدم باسوادی هن و اصلا من اون تایپ آدم هایپر اکتیو باهوش نخبه رو دوست دارم. یعنی اون تیپ آدم برام همیشه جذابه، چون احساس میکنم آدم مثلا یه ساعت باش معاشرت کنی یه عالمه چیز یاد میگیره و من این مدل آدم ها رو خیلی دوست دارم و میگم هیچی از فوتبال نمیدونم ولی مثلا 90 میبینم. اصلا نمیدونم اصلا بازیه چیه ولی 90 میبینم. نمیدونم چرا. دورنا مدنی، خواهر نازنینم. آخه نظر چی بگم، اینا همه عزیزای دل منن. واقعا بدون خواهرم که قطعا نفسم بالا نمیاد و تمام جونم رو میذارم که فیلمشو بسازه، به خاطر اینکه به نظرم واقعا هم وقتشه، هم واقعا پتانسیلشو داره، سوادشو داره و وقتشه که فیلمشو بسازه. احسان علی خانی. آقای علی خانی اصلا خیلی خفنن. خیلی خفنن. آره، اینکه در لحظه جلوی دوربین زنده، آدم هر جوری هر اتفاقی، یعنی سنگ از آسمون بیاد، تریلی وارد استودیو بشه، مثلا هر اتفاقی بیفته این آدم انگار از قبل پیش بینی کرده و حاضره و مهیاس همه چی. نمیدونم چه جوری میشه. واقعا ایشون هم از اون دسته آدمای بسیار باهوشن. هوش در لحظه که بدونن الان باید چی بگن، الان باید چی کار بکنن. همون چیزی که میگم کارگردانه بگه اگر اینو نذارم دیگه نمیشه، الان هم ایشون انقدر در کارشون خبرن که بگن تلویزیون بگه اگه من علی خانی رو نذارم دیگه ماه عسل ندارم مثلا. محمود احمدی نژاد نکست نداره. بزن بعدی. بعدی دیگه. و طناز طباطبایی. طناز طباطبایی رو مثل خواهر عاشقانه دوست دارم، چون اصلا من با دورنا و طناز با هم توی دانشگاه بودن، من با طناز بزرگ شدم و دقیقا یه خواهرزاده همسن من داره که ما همه با هم از کودکی بزرگ شدیم. واقعا مثل دورنا دوستش دارم و حظ میکنم میبینمش. در پایانم اگر دغدغه ای یا حتی درد دلی یا سوالی که من نپرسیدم و دوست داشتین در موردش صحبت بشم، خوشحال میشیم بشنویم. نه، تقریبا هر آنچه که دوست داشتم که گفته بشه شما پرسیدین و منم گفتم. فقط این که یه ذره وقتی که داریم حرف میزنیم راجع به آدما، این حال بدمون رو کمتر کنیم، انقدر حرص نداشته باشیم نسبت به هم دیگه. آدم ها در زندگی سهمشون، اندازشون کنار گذاشته شده، خودمونیم که میریم اون سهم رو بر میداریم، خودمونیم اندازمون رو مشخص میکنیم و این حال بده فقط انرژی منفی رو در زندگیمون پخش میکنه، یه سری پرده میندازه جلو چشمون که اتفاقای قشنگ رو نبینیم و گاهی باعث میشه حرمت بزرگترامون رو و نسل قبلمون رو از بین ببریم. حواسمون باشه که هر چیزی که داریم میگیم تبعاتش چیه و ذهن آدم ها رو چرک نکنیم راجع به یه اتفاق. چرا قانون مورفی؟
قانون مورفی، ادوارد مورفی نظامی امریکایی بوده که سری قانون وضع کرده، تعریف کرده که این قوانین رو هممون ما میشناسیم. مثلا میگه اگه یه چیزی که خیلی برات مهمه دستت بیفته میره دورترین جای ممکن وامیسته که نتونی برش داری دوباره و از این دست. یعنی همه چی بر اساس یه جور بدشانسیه. این پرسوناج ما هم به این ماجرا راجبش مطالعه کرده، بعد یهو احساس میکنه دوچار این بدشانسی شده به شخصیت اصلی قصه. من و اینکه بازی درخشان رو دیدیم، حالا جست گریخته من تونستم فیلم رو نگاه کنم، ولی یه خبری که این آخری ها الان به دستمون رسیدیم بود که انگار مجوز اکران عمومیش ما به هفته شده. دیگه موکول شده بررسی پخشمون، اکرانمون، انشالله حالا ببینیم چی میشه. خب این تأثیری نداره روی گیشه؟ قطعا تأثیر داره، ولی ما تابع قانونی با توجه به نزدیک شدن به جشنواره فجر و بقیه ماجرا. آره دیگه. حالا این که این فیلم برای رامبد جوانه، ولی دستی پشت پرده بودی که بخواد این فیلمو مانع بشه نه. نه نه بابا، چرا آخه؟ چطور بود فیلم؟ من که خیلی دوست داشتم، یک کار بسیار به نظر من نوعی بود و با یک کارگردانی و بازی خیلی خوب. میشه بهش گفت کمدی اکشن؟ من خیلی تخصصی سینما رو بلد نیستم که بخوام اسمی روش بزنم، ولی فکر میکنم یه همچه اسمی داره و صحنه‌های اکشنش به خصوص بسیار خوب بود. معمولا اکران‌های خصوصیشون اهالی سینما هستن، شاید تخصصی تر نگاه میکنن، احتمالا صدای خنده بیشتری در سالن‌های عمومی سینما خواهیم شنید. حالا یه اتفاقی که تو سینما افتاده، تهیه کننده دست به دامن یه سری سلبریتی‌های در واقع شبکه‌های اجتماعی شدن برای اینکه فیلمشون بفروشه. فکر می‌کنی به خاطر چه؟ به خاطر گیشه است یا اینکه سلیقه مردم اینطوری طلبه؟ متأسفانه خیلی فکر می‌کنم سینما مریض شده. من یه دو سالی هست یه ذره کنارگیری کردم بابت اینکه همین حال بده رو می‌بینم و حال منم بده. همیشه سینما رو دنبال میکنی؟ نه، من اساساً در وادی سینما شاید اول ابتدایی هم نباشم. اگر قرار باشه من انتخاب کنم، فیلم هایی که حالا مثلا اندیشه وادار به فکر کردن بکنه که خیلی هم کم پیدا میشه، یکم قسمه که در یک سطحی است فیلم ها، دوست داشتم که در یک عمقی باشه. فیلم های آقای مخمل باف رو دوست داشتم. چرا تو قاب تلویزیون نمی‌بینیمتون؟ نمیدونم، از اونایی که منو نشون نمیدن بگین دیگه. خرس قطبی نیستم که نشونم بدن که مردم مهم من. مگه من نفهمیدم مهم باشن؟ مگر برای بقای تخت و پای تخت. فیلم میتونم بگم عالی بود، یعنی خیلی وقت بود منتظرش بودیم. خنده، اکشن، کلن کمدی و اکشن قاطی همو. من اگه خودم خندوانه نمیمدم، همون مثلا توی اینستاگرام فعالیت میکردم. من الان رفیق زیاد دارم، خب همشون چهرهای معروف اینستاگرام هم، خب اونا هم زحمت کشیدن. یادتون نمیره که ما رو توی اینستاگرام، آپارات و تلگرام دنبال کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.